نفاق کنم یا بی نفاق گویم، این مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود من دیده در نرسد الا به ماه در رسد. از غایت شعاع و روشنی دیده طاقت آفتاب ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد الا مگر آفتاب به ماه برسد. چون آفتاب غروب کند روشنایی نماند، پس آفتاب باید شدن تا خوف جدایی نماند. خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منورم. آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم تا وجود مولانا بر من زد. روان شد اکنون می رود خوش و تازه و خرم. اینجا رادیو مهر، نخستین رادیوی عرفانی ایران است. تولیدات ما را در کانال یوتیوب مرکز جهانی مولانا مشاهده و سابسکرایب بفرمایید. ای خدا، ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ای ما مدر. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. ای خدای با وفای با عطا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. منگر اندر ما، مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. عفو کن، عفو کن، ای عفو در صندوق تو، سابق لطفی همه مسبوق تو. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای عفو اولاتر است. من که باشم که بگویم عفو کن؟ ای تو سلطان و خلاصه امر کن. هم دعا از من روان کردی چو آب، هم ثباتش بخش و دارش مستجاب. از شیخ ابوالحسن خرقانی نقل است که گفت: اگر به ترکستان تا به در شام کسی را خاری در انگشت شود، آن از آن من است. همچنین از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید، زیان آن مراست. و اگر اندوهی در دلیست، آن دل از آن من است. گر زان که هزار کعبه آزاد کنی،
بهزان نبود که خاطری شاد کن. گر بنده کنی ز لطف آزادی را، بهتر که هزار بنده آباد کن. مدد از شمس، از خون و حق، از یحیی، از هادی، مدد از سور اسرافی، مدد از میکائیل، مدد از وحی، از آهینا، مدد از جبرائیل، مدد از من هست و از ما، مدد از نه عالم، مدد از انفاس قدسی، مدد از دم تا دم، مدد از ظاهر، از باطن، از آدم تا خاتم. به الف، به الف، الف الله، الف الله یا هو، هو ای، هو و هم، هو و مولا، هو و مولا. نزاع بر سر مولانا. به نقل از گروه تاریخی خبرگزاری فارس، مولانا شاعری که همه میگویند مال ماست. افغان ها میگویند افغانی است و بلخی. تاجیکستانی ها میگویند تاجیک است. ترک ها میگویند ترک است و رومی، و ایرانی ها میگویند ایرانی پارسی گوی است. مثل گوهر است که همه طالبش هستند، و مثل عشق که همه مدعیش هستند. گروهی از او به عقل رسیدند، گروهی به عرفان، گروهی به کفر و گروهی به ایمان. برخی بالا رفتند و برخی فرو افتادند. مخاطبانش هم عوام هستند که در حد نامی و قالی از مولوی نصیب می برند. عام و خاص هم که فقط خدا می داند در چه حد نصیب می برند از کلام و اعجاز نابغه اعصار. در ایران در میان افکار عمومی اشعار بسیاری از متأخران به وی نسبت داده شده و می شود. هر شعری از او رنگی از شوق و آهنگی از شور دارد، و یا داستان کفر است و ایمان، و یا عشق. ستایندگانش بسیارند و درباره‌اش اغراق و خرافه بافی هم زیاد شده است، اغلب از روی ارادت. در این میان از همه آگاه تر ترک ها بودند که مقبرش را جاذبه توریستی کردند و سما را با ظاهری دگرگونه به رقص تبدیل کردند. البته این نگاه سطحی به شاعر عارفی که مثنویش معنوی است و عمق نگاهش ژرف، لابد طنز تلخ روزگار است.
بگذاریم. هرچه هست مولانا مدعی زیاد دارد و خواهان نیز هم. درباره مولانا مدح و ستایش زیاد است با بهترین اصطلاحات و کلمات. علاوه بر آن اندیشه فراقومی و فراملیتی مولانا در غرب بسیار ستوده شده است و وی را شخصیتی تاثیرگذار بر اغلب فرهنگ‌های بشری می‌دانند. اما در این میان شیخ بهایی جان کلام را گفته است: من نمی‌گویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. کرم ابریشم، مقاله ای از بابک صفوت. هرگز به کرم ابریشم اندیشیده اید؟ آیا در باور او می گنجید که روزی تبدیل به پروانه ای زیبا شود؟ آیا باور می داشت که روزی بتواند آزاد و رها از پیله ها و بند ها بر گرد گل های زیبا به شرخت شهد گلها را بنوشد و دانه های عشق را از گلی به گل دیگر برد؟ در زندگی کوتاه هر کرم ابریشم لحظه ای فرا می رسد که او می انگارد زمان مرگ اوست و آن هنگامی است که در حال خارج شدن از پیله است، در حال دیگردیسی است و تغییر شکل.
رهایی از پیل مرحله است سترگ و با شکوه، زیرا پس از آن کرم ابریشم هرگز به زندگی کرم گونه باز نخواهد گشت. انسان نیز می تواند دچار استحاله شود و آن زمانی است که خود را از پیله های تنیده شده در باور خیش رها کند، از مرد ریگ پیشینیان، از اندیشه های منجمد و خشک و از تقلیدها و تکرارهای بیش از حد که نرمی و لطافت اندیشه را به کوه‌های منجمد بدل می‌کند، کوهی یخی که هیچ آفتابی قادر به آب کردن آن نیست. انسان اگر کرم گونه باقی بماند، هیچگاه در نمی‌یابد که در دنیا پروانه‌هایی هم وجود دارند. آنها از بالای سر ما پرواز می کنند و چشمان کوچک و ناتوان ما قادر به دیدن آنها نیستند. هیچ کرمی تا خود مراحل دگردیسی و پروانه شدن را تجربه نکند، نمی تواند به معنا و ژرفای آن دست یابد. مراحل سیر و سلوک معنوی و طی وادی‌های عرفانی نیز برای جوینده حقیقت امکان پذیر نیست، مگر آنکه خود قدم در آن گذارد. برای رهایی از خودی خود باید چون مار پوست انداخت و این دلق ارزق فام خیال و اوهام را به سوی نهاد و برای یافتن خیشتن خیش باید پروانه شد و پروانه بار بر گرد آتش عشق چرخید و دست افشاند و پای کوبید تا به سرچشمه خورشید راه جست. دلق بیرون کن، برهنه شو ز دلق، تازه تو فارغ شود اوهام خلق. ابو سعید ابوالخیر با پیری در حمام بود. پیر از گرمای دلکش و هوای خوش حمام فصلی تمام گفت. ابو سعید گفت: می دانی چرا این جایگاه خوش است؟ پیر گفت: چون شیخی مثل تو در این حمام است. چون در این حمام شیخی چون تو هست، خوش شد و خوش گشت و خوش آمد نشست. شیخ گفت: من جواب بهتری دارم. پیر گفت: بگو که هر چه تو بگویی عین صواب است. شیخ گفت: حمام از این جهت خوش است که از مال دنیا فقط یک سطل و یک پارچه بیشتر نداری که آن هم عاریت حمامی است. بعضی ها به یک انجیر رسیده می مانند که یک هو از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگیت، آنقدر بی هوا که اصلا نمی دانی چه شد، چگونه شد. اصلا خودت را می زنی به کوچه علیچه و از بودنش لذت می بری. بعضی ها شبیه عطر بهار نارنج هستند در کوچه پس کوچه های پیشتر پیچ دلت. نفس میکشی،
آنقدر عمیق که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه عمرت در ریه هایت ذخیره کنی. بعضی ها شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتادن در تنگ بلورین روزگارت. جانت را با جان و دل در هوایشان تازه می کنی. بعضی ها اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟ بعضی ها آرامش مطلقند، لبخندشان، تلالو برق چشمانشان، صدای آرامشان، استکار، تپش قلبشان، انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه تزریق می کند و آنقدر عزیزند، آنقدر بکرند که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان. می ترسی تمام شود و تو بمانی یک دنیا حسرت. بعضی ها بودنشان، همین ساده بودنشان، همین نفس کشیدنشان، یک عالم لبخند می نشاند روی گوشه لبمون. و من چقدر دوست دارم این بعضی ها را. جشنواره هنری مولانا. رادیو مهر وابسته به مرکز جهانی مولانا به مناسبت شب عرس مولانا 17 دسامبر 27 آذر ماه سال 1400 در شهر لس آنجلس جشنواره هنری مولانا را برگزار می کند. شخصیت و آثار مولانا در جهان امروز موضوع مسابقه در این جشنواره می باشد. بخش های گوناگون جشنواره عبارتند از: بخش نخست گویندگی، بخش دوم داستان کوتاه، بخش سوم مسابقه شعر. فرصت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا اول آذر ماه امسال می باشد. هیئت داوران در هر بخش 3 را انتخاب خواهند کرد. جوایز برندگان به ترتیب عبارتند از: نفر اول در بخش گویندگی 1 بهار آزادی، نفر دوم نیم و نفر سوم ربع بهار آزادی. نفر اول در بخش بهترین شعر 50 بهار آزادی، نفر دوم ربع و سوم 20 میلیون ریال نقدی. نفر اول در بخش داستان نویسی 50 بهار آزادی، نفر دوم ربع و سوم 20 میلیون ریال وچه نقدی. به انضمام لوح تقدیر، چاپ مجموعه و مصاحبه در رادیو مهر. گویندگان می توانند با اشعار دیوان شمس و یا خوانش حکایت و یا نثری عرفانی و در صورت تمایل میکس با موسیقی مناسب در مسابقه شرکت کنند. اشعار ارسالی نیز باید بین 10-15 بیت در رابطه با شخصیت مولانا و یا ارتباط او با شمس تبریزی باشد. داستان کوتاه نیز می باید بر پایه زندگی و یا نقش مولانا در جهان امروز و منطبق با تعریف داستان کوتاه در ویکی‌پدیا باشد. شرکت کنندگان می توانند از طریق جستجوی نام مرکز جهانی مولانا در اینستاگرام و یا تلگرام با ما در تماس بوده و همچنین آثار تولیدی خود را به ایمیل مندرج در این صفحه ارسال نمایند. ای یارا، ای جانا، ای
کتاب باغ سبز عشق، داستان زندگی مولانا، نویسنده زهرا غریبیان لواسانی، گوینده سهیلا فخر. شب و ابتدای خزان است. ابرها در اوج آسمان شناورند. شب در پاییزی با گلهای تازه خودنمایی می کند و بیدبونه کنار جوی آب مفتون صدای زنجره‌ای شده و تنش را به سردی آب سپرده است. ماهی به سوی پشه‌ای می جهد و آرامش شب را برهم می زند. مولانا سرش را از میان کاغذهای پراکنده به سمت پنجره بر می گرداند. دلش مثل گیاهان کشتزار به وقت درو در هراس است. ماه درخشان پاییز بر درختان لخت و اور می تابد. نگاه مولانا از پنجره در جستجوی زنجره هاست که کنار درخت کاج شبها آواز می خوانند. کراخاتون تازه عروس مولانا که چندیست به خانه او آمده خلوت مرد را برهم می زند. زن زیبا برای همصحبتی با او به اتاق آمده است. اما از چشمان همسرش در می یابد که زمان مناسبی برای خلوت با او نیست و مرد او غرق در افکار خیش است. در نگاه آن شب او چیز مبهمی است که کراخاتون را به واهمه می اندازد. حس غریبی که در این مدت گهگاه آن را حس کرده، اما امشب نگاه شویش او را دلواپس می کند. مولانا دست نوازش بر سر همسرش می کشد و از اینکه درد او را می فهمد و او را به حال خود رها می کند، از او تشکر می کند و به خلوت خود باز می گردد. اما خیال زن او را رها نمی کند. می داند که دل زن تشنه مهربانی و توجه اوست. پس دوباره او را به سوی خود می خواند و به مهر به او می گوید: خاتون، در آدمی عشقی دردی خارخاری و تقاضایی است که اگر صد هزار عالم ملک او شود نیاساید و آرام نیابد. این خلق در هر پیشه ای تحصیل می کند و هیچ آرام نمی گیرد، زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است. خنک آن که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود و در این پایه های نردبان عمر خود را ضایع نکند. آرام ندارم خاتونم. کراخاتون به همسرش چشم می دوزد. او را بسیار دوست دارد. دردش را نمی فهمد، اما دلش نمی خواهد او را غمگین ببیند. گلدان لعابی را از گوشه اتاق بر می دارد. با انگشتان ظریف و سپیدش دستی به اطرافش می کشد. یادم باشد فردا اتاقتان را تمیز کنم. حیف است شما که این همه پاک هستید در اطرافتان ذره ای گرد و غبار نشسته باشد. در اتاق با فشار دست ظریف زن بسته می شود و مولانا می ماند و دردی عمیق که از درون او را می شکند. نگاهش به چراغ خانه می افتد. مورچه های بالدار هر سال همین وقت سال می آیند و دور تا دور چراغ می گردند. هر سال همین زمان، نه جلوتر و نه عقبتر. بالهای بلندشان بر اندام نازک سیاهشان سنگینی می کند و تنها اندکی از آنها زنده می مانند. چقدر عمر آنها کوتاه است. مورچه ها برای زندگی تشنه هستند، اما مرگ همیشه در کمین آنهاست، درست شبیه ما. آیا خواسته ها و آرزوهای او بیش از آنهاست؟ زنی زیبا دارد که پس از گوهر خاتون چراغ خانه اش شده است. کراخاتون بیوه محمد شاه ایرانی از میان این همه خواستگار تنها به عشق او جواب داده و حال در خانه او و کنار اوست. با چشمانی درشت و زمردی سرآمد زیبا رویان قونیه که عاشق مولاناست و او جلال الدین محمد که خداوندگار می نامندش، مفتی اعظم شهر قونیه، مرجع تقلید، عالم در علم فقه، بلاغت، فلسفه، حکمت، ادبیات، نحو، کلام، تفسیر قرآن، طب، نجوم و غیره، کسی بالای دست او نیست.
مردم عاشقش هستند. سلاطین، عیاران و عالمان او را می پرستند. می تواند کسی را شفاعت کند و از چوبه دار نجات دهد. می تواند. اما فایده این همه چیست؟ اینکه همه بخواهند جای او باشند و مادران در لالایی هایشان برای فرزندشان جایگاهی چون او را آرزو می کنند. من واقعی جلال الدین محمد بلخی کجاست؟ اگر این همه حجاب دیدگان او به روی حقیقت شده باشد چه؟ چرا آرام نمی گیرد؟ برمی خیزد و سجاده بافت هندی را بر کف اتاق پهن می کند. تمام آنچه عمرا و شاهان به او هدیه داده اند را به مردم بخشیده است. جز این سجاده را که اولو محمد از سفر هند برای او آورده و دوست دارد. سجاده با حاشیه‌ای آبی در زمینه لاجوردی که شب معراج رسول الله بر آن بافته شده است. این سجاده برای او از هزاران دیبای یمنی گرانبهاتر است. مولانا در میان سجاده ایستاده است. بلند قامت و جوان است. 38 بهار از عمرش گذشته است. قامت که می‌بندد همه آنچه پیرامونش گذشته است را فراموش می‌کند. حتی نامش را. بودو از یکی از شاگردان خود به نام سوبوتی پرسید: از زندگی کردن با من چه به دست آورده ای؟ سوبوتی پاسخ داد: افتخار جهان. هیچ. از زندگی کردن با شما چیزی به دست نیاوردم. به همین دلیل به شما تعظیم می کنم و دستانتان را می بوسم، زیرا شما مرا آگاه ساختید که چیزی برای به دست آوردن وجود ندارد. همه چیز پیشا پیش هست، همانطور که باید باشد. روح‌های بزرگ از عارف هندی یوگاناندا. به جاهایی برو که بکر باشند، کنار آدم‌هایی بمان که بکر باشند، آدم‌هایی که چشمه درونی زلال و وحشی خروشانشان همواره در فوران است، بزرگترین منبع انرژی حیات هستند. آنها در تب زندگی سوخته اند و بهبود یافته اند. زندگی را چون نفس بویده اند و نفسشان بوی زندگی می دهد. مرگ را می شناسند و نگاهشان بزرگترین دریچه ممکن به سوی دانش زندگی است. آدم هایی که مفهوم زندگی را از لای کتاب ها حفظ نکردند. گفتاری از مراقبه های روزانه. مردم به این دلیل گمراه می شوند که نمی دانند پند و اندرز را کجا بجویند. آنان در گذشته نزد کشیشان و مجتهدان می رفتند و امروز نزد روانکاوان می روند. اما نه کشیشان و مجتهدان و نه روانکاوان هیچ نمی دانند. کشیشان و مجتهدان خود رهگم کردگانند و چنینند روانکاوان. باید ندای درون خود را بیابی تا به هیچ پند و اندرز دیگری نیاز نداشته باشی.
همهمه های مزاحم درونت را خاموش کن تا بتوانی ندای درونت را بشنوی، تا بتوانی چراغ راه خود باشی و به گمراهی نروی. همیشه برایم عجیب بود اینکه سگ‌ها با تمام برتری فیزیکیشان ناخودآگاه از گرگ می‌ترسند. گرگ‌ها جسته ضعیف‌تری دارند، اما حتی شنیدن صدایشان هم برای عقب نشینی سگ‌ها کافی است. اولش فکر کردم دلیلش اقتدار گرگ‌ها باشد، اما بیشتر که دقیق شدم و مطالعه کردم متوجه شدم که این توحش گرگ هاست که سگ ها را می ترساند. سگ ها حتی وحشیشان هم یک نوع نجابت ذاتی دارند که بهشان اجازه پیروز شدن به هر قیمتی را نمی دهد. میان سگسانان رسم است که برای قدرت نمایی تیزی دندانها را به هم نشان می دهند. گرگها سابقه دریدنهای وحشیانهشان بالاست و طبعا دندان دریدنشان هم تیزتر. وقتی توانایی واقعی لابلای خشونت و توحش فرصت ابراز نداشته باشد، معلوم است همیشه سگ‌ها کنار می‌کشند. این قانونشان است. آنها هرگز هویتشان را در معرض توحش قرار نخواهند داد. سگ‌ها از وقاحت و بی‌انصافی می‌ترسند. راستی این حکایت برایتان آشنا نیست؟ چند جمله از بزرگان عالم درباره صلح و تنفر از خشونت و جنگ و خونریزی. اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم، همه دشمنان نابود می شدند. بیسمارک. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیانکن ندارم جز زبان دل. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن ندارم جز زبان دل. زبان Thank you.
خون شده فروغ بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک